بار شدی، سلامی گرم، سلامی پر از صفا و صمیمیت، سلامی پر از عشق و محبت به تمام عزیزان قدیمی و دوستان جدید. سلام مامان جان. سلام عزیزم، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه، منظورم حال خوب باشه عزیزم، ممنونم، مرسی. حال دلاتون شادار و سرزنده باشه و پایدار. امروز به یاد خاطرات کلاس های یوگا در ایران با اون خاطرات دلانگیزش برنامه رو به این شکل دوست داشتم که اجرا کنم، دلیلش رو میگم. و کلاس های ایران به این گونه انجام میشد. یادم این که قبل از شروع کلاس ها برنامه ها شیرین عزیز استاد آواز، اگر که نمیدونم بیننده ما باشن، از همینجا سلام عرض میکنم خدمتشون. و ایشون قبل از شروع کلاس با اون صدای قشنگشون، با اون صدای دلنشینشون، انقدر حال و هوای کلاس رو عوض میکردن، انقدر که سوحال خوبی به کلاس میدادن که این همه در واقع عزیزانی که تعداد بالایی هم بودن، با جرأت میتونم بگم حداقل 70 نفر، حداقل 70 نفر حضور داشتن و چنان این 70 نفر درست مثل یوگا متحد میشدن، همسو میشدن که واقعا من اون تعداد بالا رو فقط 1 نفر میدیدم. یادش بخیر شیرین عزیز، ممنون. و امروز دلیلی شد که من برنامه رو با اون شکل شروع کنم. و جو داره که از مینا جان، مینا داوری، خانم مینا داوری یکی از عزیزان قدیمی هستن که امریکا تشریف دارن الان و خیلی اظهار لطفشون خیلی زیاده. دیروز برای من یه ترانه فرستادن که خیلی دلنشین بود و به دلم نشست و خیلی زود باهاش ارتباط گرفتم و دوست داشتم که دو بیت اولش رو، اون حس خوبش رو تقدیم به شما عزیزان قدیمی که میدونید، کاملا میدونید که چه حس و حالی داشتیم اون موقعهایی که واقعا با هم ورزش نکردیم، با هم زندگی کردیم، واقعا با هم زندگی کردیم. و جا داره که از مینای عزیزم تشکر کنم به خاطر ترانه زیبایی که فرستادن و یه خورده حال منو عوض کردن. آرزو میکنم که مینا جان سلامت و تندرست باشی در کنار عزیزانه و شیرین عزیز هم همینطور آرزوی سلامتی برای شما و عزیزانتون دارم. امروز برنامه‌مون رو در واقع هم کار عملیه و هم در مورد قلبمون می‌خوام صحبت کنیم که چطور ما از قلبمون مراقبت کنیم و چطور استراحت بهش بدیم. قطعاً می‌دونید، قطعاً می‌دونید که قلب انسان ماهیچه ایست که به طور بی‌وقفه از بد به تولد تا زمان مرگ کار میکنه و عضو مهمیه در بدن و مسئول خونرسانی به تمام نقاط بدنه. و حالا یوگا چه تأثیری میتونه روی قلبمون داشته باشه؟ البته یوگا روی تمام بدن ما، چه جسمن چه روحن، تأثیر گذاره، ولی چون الان مبحث قلب هستش
میخوام فقط یوگا و قلب رو صحبت کنیم. یوگا اثرات مثبتی که روی سیستم قلبی و عروقی قلب به جا میذاره و یک روش جایگزین شده برای پیشگیری از بیماری‌های قلبیه. زمان استراحت قلب درست در بین فاصله های ضربان خودش هستش، چون قلب مثل معده نیست که بعد از کارش استراحت کنه، قلب وقفه کار میکنه. حالا ما چطور این استراحت رو علاوه بر این که خودش به طور طبیعی در بین فاصله های ضربانش استراحت میکنه، ما چطور اون استراحت رو به قلب میدیم؟ اگر ما شرایط خوبی رو برای بدنمون و قلبمون ایجاد کنیم، اون شرایط خوب یه استراحت خوب برای قلب ماست. پس علاوه بر تأثیرات حرکت های یوگا، حالا چند تا حرکت های یوگایی که مربوط به قلب میشه رو هم حتما انجام میدیم. منتها اولش گفتم که یه چیزی هاتی بدم که با آگاهی بیشتر به اون تمرینات حرکت رو انجام بدیم. و پس یکی طبیعی استراحت طبیعی بودن خود قلب هستش و یکی شرایط خوبه که ما به بدنمون بدیم که حالا میتونه همون تاثیرات یوگا و انجام یوگا باشه. و دوم این که دم و بازدم صحیح هست. دم صحیح ارتباطش مرتبط میشه با قلب ما و بازدم صحیح مرتبط میشه با مغز ما. پس ما اگر یک تنفس صحیح داشته باشیم، چه دم و بازدم روی دو تا عضو اصلی کار میشه، دو تا عضو مهم در بدن. عمل دم که هنگام دم شکم میاد به سمت بیرون و بازدم هنگام بازدم شکم میاد به سمت داخل، که ما اگر دم و بازدم رو صحیح انجام بدیم، آرامشی برای قلب و آرامشی برای مغز. و یکی این که در مورد چاکرای قلب می کنیم صحبت کنیم. چاکرای قلب آناهاتا چاکرا، آناهاتا چاکرا اسم چاکرای قلب هستش و چاکرای قلب درست توی قلب توی سینه قرار داره و جایگاه این چاکرا فقط عشق و محبته. هیچی دیگه که این وجود نداره، یعنی آفریده شده فقط برای عشق و محبت. عشق و محبت بدی و عشق و محبت بگیری. در واقع توی قلب ما یک در گردانی هستش که این به سمت بیرون و به سمت تو باز میشه. هر چقدر که ما عشق و محبت بدیم، این در گردان روانتر میشه، راحت به سمت تو و بیرون میده. هر چقدر که ما اون دهندگیمون توی عشق، علاقه، دوست داشتن و تمام چیزهای مثبت بیشتر باشه، راحتی و روان شدن این در به راحتی این در حرکت میکنه و تأثیر خوبی برای فعال نگه داشتن چاکرای قلبه. پس تا الان فهمیدیم که ما علاوه بر اون کار استراحت خود قلب، چند تا مورد دیگر رو میتونیم برای سلامتی قلبمون، برای استراحت قلبمون انجام بدیم. و اگر خدای نکرده، اگر توی این چاکرای قلب پر بشه از غم و غصه، این در بسته میشه، این در کاملا مسدود میشه. زمانی مسدود میشه که این مرکز احساسات ما، جایی که کاملا یک سطح احساسی هستش و فقط اینجا باید عشق و محبت باشه، اگر اینجا رو غم و غصه
چاکرا غیر فعال میشه، مسدود میشه و اون در دیگه باز و بسته نمیشه و به دنبالش مشکلاتی که اللحاظ روحی پیش میاد صورت میگیره. و زمانی که اون غم و غصه باعث رنجش قلب میشه، رنجش روح و روان میشه، خنده، خوش اخلاقی، خوش رفتاری، حالت منزوی در شخص اتفاق میفته و هیچ کس جز خودش نمیتونه به خودش کمک کنه. فقط خودشه که میتونه به خودش کمک کنه. چطور میتونه زمانی که اون چاکرا غیر فعال شد و در قلب بسته شد، چطور میتونه این در رو دوباره به حرکت در بیاره و این در رو روان کنه به سمت بیرون و به سمت تو برای حرکت و باز بسته شدنه؟ روی تنفس صحیح، عمل دم و بازن صحیح اشاره کردیم. توی قبلش من توضیح داده بودم خدمتون که هر روز اگر شما برای حتی 5 دقیقه، مثال میزنم 5 دقیقه رو، ولی اگر شما با 5 دقیقه رو شروع کنید، قطعا این 5 دقیقه خیلی به مراتب زمانش بیشتر میشه. چون هر چقدر شما این آگاهی رو نسبت به خودتون یا همون خلوت کردن به خودتون رو مداوم داشته باشید، آگاهیتون نسبت به خودتون بیشتر میشه، نسبت به خودتون نزدیکتر میشید، خودتون رو بیشتر درمیابید، بیشتر خودتون رو میشناسید و شناسایی میکنید. زمانی که اون حالت افسردگی برای شخص اتفاق افتاد، باید بشینه اول از تنفس شروع کنه. به هیچی فکر نکنه، اصلا به هیچی، فقط روی تنفس، عمل دم صحیح و عمل باز دم صحیح، قلب و مغز، این دو تا عضو مهم در بدن، دم و بازدم صحیح کاملا روش آگاهی و تمرکز داشته باشیم، کاملا آگاه و تمرکز داشته باشیم. حالا 1 روز، 2 روز، 3 روز، تا زمانی که شما احساس کنید اون سنگینی و اون رنجش و اون فشار و اون غم و غصه، فشارش از روی قلبتون داره برداشته میشه، احساس میکنید راه تنفستون بهتر شده، راحتتر شده، روی شونه هاتون احساس سنگینی نمی کنید، پشت قفسه سینه تون روی شونه ها و کتفا افتاده نیست، یه خورده حالت قائم رو گرفته. چرا؟ یه خورده اون فشارها و ناراحتی های قلب و فشردگی قلب با اون عمل دم و بازدم صحیح برداشته شده و شما میتونید آه بکشید، نفس بکشید. بعضی موقعا توی از تکنیکامون ما تخلیه انرژی داریم که طرف موقعی که اینجوری داون میشه فقط بهش میگیم نفس بکش، آه بکش. نفس کشیدن به صورت آه. چرا؟ اون قلب فشرده رو میخوام بهش هوا بدیم، میخوام بهش حیات بدیم، میخوام بهش زندگی بدیم، میخوام بهش شادی بدیم. تا زمانی که شما این حس رو توی سینه‌تون، روی چاکرای قلبتون، درون سینه‌تون، این حالت راحتی و رهایی رو احساس نکردید، روی عمل دم و بازدم ادامه بدید. هر وقت که احساس کردید که یکمی فضای قفسه سینه باز شده، شونه‌ها راحت‌تر شده، راه تنفستون بازتر شده، می‌بینید روی کلماتی که همه کلمات انرژی دارن. منتها من چند تا مثال اینجا آوردم که شما با توجه به اون چیزهایی که به شما غم و اندوه داده و قلبتون رو آزرده کرده، بهتر میدونید که توی اون نشست و مراقبه‌ای که میخواین انجام بدین و حال قلبتون رو خوب کنید، علاوه بر عمل دم و بازدم چه چیزهایی رو به کار ببرید. اول
تنفس و بعد صحبت. صحبت کلماتی که در واقع تمام اون غم و غصه ها رو بشوره، تمام اون غم و غصه ها رو باز کنه و اون غم و غصه ها و فشارهایی که اون در گردان رو صفر کرده، نمیذاره باز بشه به سمت بیرون، نمیذاره بره به سمت داخل. تمام اون فشارها اون در رو بلاک کرده، بسته. اول با تنفس یه خود اون دره رو روغن میزنیم، لولاشوشل میکنیم، سبکش میکنیم و بعد میاییم از کلمات و جملات در واقع اونا رو همه رو میشوریم و از توی قلب پاک میکنیم. چه چیزهایی به کار میبریم؟ من اینجا یک دو سه تا مثال زدم که فقط شما بدونید که در رابطه با اون چیزی که شما رو اندیش کرده چه چیزهایی باید بسازید و با خودتون بگید که اون کلمات و صحبتها هستش که دقیقا اون زدوده ها رو پاک میکنه. اول تنفس و بعد صحبت، صحبتهایی که خودتون میبینید و قلبتون. توی اون وضعیتی که قرار گرفتیم، همیشه موقعی که میخواییم برای مراقبه بشینیم درست فکر کنید که دارید به یک معبدی میرید، اونجا معبدگاه شما هست. آدم موقعی که توی اون معبدگاه بشینده آراسته، متواضع و تسلیم، ولی با امید میره، با امید میره. شما هم همینطور توی اون خلوتگاه خودتون، توی اون معبدگاه خودتون موقعی که قرار میگیرید با یه امید و روشنی قدم میدارید و میشینید. موقعی که توی اون وضعیت آرام و راحت نشستید، توی اون وضعیتی که تسلیم ولی قلبتون کره که با دست کر برمیگردید از معبدگاهتون، با خودتون کلماتی رو مثل خدایا به من بیاموز دوست بدارم کسانی رو که دوستم ندارن. توی این جمله خیلی معنا داره، خیلی معنا داره، خیلی پرمفهومه. خدایا به من، موقعی که میگید خدایا به من بیامون که دوست دارم کسانی را که دوست ندارم مرا. این شهامت میخواد، تواضع میخواد، جرأت میخواد که یک همچین صحبتهایی رو از توی قلبتون، از توی ذهنتون عبور بدین. و بعدش ادامه بدین چیزهایی رو که من مثال زدم برای اینکه شما بهتر بتونید چه چیزهایی رو باید بدین. لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننگرفتن. شما موقعی که یک همچین چیزایی رو در خلوت خودتون بگید، اون موقع کاملا اون آرامشی که وارد ذهن و بدنتون میشه، آرامشی که توی مغزتون، از توی مغزتون، توی قلبتون و توی خونتون این آرامش این کلمات میره، میتونید کاملا توی همون لحظه احساس کنید. لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسم به صورت من نمی‌آورند. عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند. عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند، مرا دوست ندارند، به من غم و غصه میدهند. خدایا به من عشق بده که اونا رو دوست داشته باشم. موقعی که به این گونه متواضع، با شهامت، با جرأت این صحبت ها رو
به قلبتون میدید، یعنی در واقع دارید این فشارهای قلبی رو، شما اون رنجش قلب رو برمیدارید. چون هر چقدر به این گونه باشید، انتظارتون، توقعتون کم باشه، هیچ وقت، هیچ وقت قلبتون ناراحت نمیشه، هیچ وقت قلبتون دچار فشار نمیشه، هیچ وقت روحتون افسرده نخواهد شد. پس ما تا الان یاد گرفتیم که توی این چند تا موردی رو که با هم گفتگو کردیم دقت کنیم، یاد بگیریم که چطور از قلبمون مراقبت کنیم که قلب ما سلامت بمونه. قلب خیلی عضو مهمیه. اگر قلب بشکنه، اگر قلب زخمی بشه، زخمش خیلی بیخود میشه. پس ما باید خودمون به خودمون کمک کنیم و از این عضو مهم با آگاهی زیاد ازش مراقبت کنیم. عمل دم صحیح و باز دم صحیح، گفتار جملات مثبت، خلوت کردن در طول روز، هر ساعتی رو که فکر میکنید مال خودتونه، میتونید حتی یک دقیقه مال خودتون باشید، توی همون یک دقیقه عمل دم و بازدم صحیح رو انجام بدید. کارهایی که میشه به سلامتیمون، به روحمون، به روانمون میشه کمک کرد و این در واقع عبادتگاه خودمون رو، عبادتگاه ما کجاست؟ بدنمون رو. یادتونه یک دو سه هفته یکی تکرار کردیم بدن ما معبد ما، معبد ما، بدن ما معبد ما، بدن ما معبد ما. از این معبد ما داریم آگاهی ما رو میبریم بالا و رفته رفته یاد میگیریم که چطور از این معبد نگهداری کنیم، سلامتش رو، آرامشش رو. خب این توضیحاتی رو که در مورد قلب بود و توضیح چاکرای قلب رو، آناهاتا چاکرا اسم چاکرای قلب و رنگش سبزرنگ هستش و توی قسمت سینه قرار داره و سعی کنید که اون در به سمت بیرونش رو بیشتر باز کنید، عشق و علاقه رو بیشتر به سمت بیرون بدید، محبت، عشق به بردید، دوست داشته باشید، محبت کنید حتی به یک لبخند. هر چقدر صورت شما خندانتر بشه، هر چقدر صورت شما بازتر باشه، خوشرفتارتر باشید، خوشرفتار در رفتارتون، کردارتون، عملتون، همه اینا روی قلب تاثیر میذاره. هر چقدر ببینید این قسمت چاکرای گلو و چاکرای قلب خیلی به هم مرتبط هستن، هر چقدر که شما روی گفتارتون مثبت باشید، روی این دو چاکرا تاثیر میذاره و این دو چاکرا رو فعال میکنه و چاکراهایی که در بدن فعال هستن حال اون شخص بوده. انسانهایی که با محبت هستن به همه عشق میورزن، شاد میکنن همه رو، خندون میکنن همه رو، اونا چاکرای قلبشون فعاله، چاکرای قلبشون بازه. پس سعی کنیم که روی این هفته چاکرای بدنمون که حالا به موقعش برسه حتما دونه دونه امروز، یعنی این ترانه‌ای که خانم داوری از این سرانه من فرستاد، یعنی برنامه شد که در مورد قلب و چاکرای قلب صحبت کنیم. خب میریم سر تمرین های عملیمون تو هر وضعیتی که راحت هست. مامان جان مرسی، خیلی عالی بود، ممنونم از همه توضیحاتتون، خیلی متشکرم. به حرکت هایی که من چند تا حرکت انتخاب کردم که این حرکت ها
مربوط به قلب میشه، ولی حرکت هایی که کلن دست حرکت داده میشه اون هم باز به نوعی به قلب تاثیر گذار هستش. میریم روی حرکت های من مناجون جان خوبه، هفته قبل خودم سلامت شدم، دوزینم رو خیلی نزدیم نکرده بودم. بله الان جاتون خوب هستش، بله کاملا توی تصویر ما داریم شما رو، مرسی عزیزم. ممنونم ازت. خواهش میکنم با هر وضعیتی که راحت میشینید ببینید تو حالتهای مختلف من میگم بهترین نشست اگر مشکل زانو نداشته باشید بهترین نشست این دو زانو هستش فدراسان، یعنی بهترین نشست. چرا؟ به دلیل اینکه ستون فقرات ما قائم هست، یعنی انرژی کاملا توی ستون فقرات ما روی از چاکرای ریشه که در قسمت پایین بدن قرار داره تا چاکرای بالا، یعنی کاملا آگاه هستش و جریان انرژی توش احساس میشه. آدم موقع که صاف میشینه خیلی راحته. حالا حتما این نیست که خیلی اوتو کشیده، نه، طوری که ما موقعی که میشینیم کاملا این شونه ها تو خط خودش باشه، شونه ها رو به این شکل نگه نداریم. اینجوری خدایی نکرده مال آدم های افسرده هسته، آدم هایی که اون چاکرای قلبشون مسدود شده، خیلی فعال شده. همیشه سعی کنید که این شونه ها تو خط خودش باشه، قفسه سینه باز باشه و بهترین نوع نشست همین حالت بیجانی هستید. حالا اگر کسی این حالت نمیتونید بشینید میتونید پاتون رو دراز کنید زیر نشیمنگاهتون، یه دونه این توپای مخصوص هستید یا یه دونه کوسن بذارید میتونید بشینید، یا اگر حالت نیمه لوتوس میتونید بشینید، چهارتانوی باز میتونید بشینید. حالا لوتوسش رو نمیگم چون که در حضرت امکان داره خیلی مقدار به اصطلاح سخت باشه برای خیلی عزیزان، ولی بهترین نشستش همین حالت روزانه هستش. حالا شما تو هر حالتی که راحتی قرار بگیرید و یه چند تا کشش تحلیل رو انجام بدید. برمیگردیم. موقعی که من دستم رو دارم از تحلیل میکشم پشت من کاملا صافه، ستون فقراتم به این شکل خموده نیست. آگاهی ستون فقرات در کل حرکات باید صاف و قائم باشه، چه بدنی که کار کرده باشه چه بدنی که کار نکرده باشه. دوباره دستم داره میده به سمت بالا، خم نشده اینجوری پهلوی منو به این شکل خم کرده باشه و بعد کشش آورده باشم، نه، به سمت بالا. نفس بکشید، نفس بکشید بدون دم و باز، یعنی تنفس دارید، نفس دارید ولی بدون دم و باز. این حتی برای کسایی که دستاشون خواب میره و آخرین بار یه نفس کشید دستو به این شکل یه قسمت نزدیک کشانی رانها میذارید به سمت جلو خم میشید و قلبتون رو مقابل مادر هستی قرار میدید، روی قسمت شانه ها، روی قسمت چاکرای گلو گیشو دهید کار کرده. حالا هم چاکرای گلو رو و هم چاکرای قلب رو به سمت مادر هستی قرار دادیم و اجازه میدیم که انرژی مادر هستی به سمت قلب و گلومون جاری شه. نگه میداریم، نگه میداریم، نه، برمیگردیم. یه نفس راحت میکشیم، دست راستم رو میکشم سمت
سطح بدنم. بعد موقع ها من موقعی که چیز رو میبینم میبینم که این چیز رو برعکس نشون داده. الان نمیدونم، نمیتونم متوجه بشم که دست راستم رو که میگم چیه که میگه، بعد میتونم میدونم سمت راستم نشون میده. این در واقع نمیدونم الان این اتفاق افتاده یا نه، ولی شما چه جوری که در واقع اشاره میشه همون کار انجام بدین لطفا. اگر در فیلم دست من جا به جا انجام میشه نمیدونم که باید یه میگه کاری انجام بدم که الان متوجه نیستم که اون که اون حالت هست یا نه. دوباره ببینید، من موقعی که دستم رو میکشم قسمت لگن من از روی پاشنه بلند نمیشه، من فقط دارم قسمت کتف و شونه رو میکشم. حرکت هایی که به قلب مرتبطه. دست رو میداریم روی زمین، میریم در وضعیت قله، آدمی کاشمان آسمان، باطن رو بکشید به سمت بالا، باطن کاملا به سمت بالا، کفا و فشار بدیم به سمت تو، قفسه سینه رو باز کنید، در گردان قلب رو، در گردان قلب، در گردان قلب و درش رو به سمت بیرون باز نگه دارید. سر و گردن کاملا راحت استاده آویخته. بعد تعارفه و قربانی بکشید، دستا رو بکشید به سمت بالا، دستا صاف و کشیده، دستا کاملا صاف و کشیده، دست رو بذارید دوباره در وضعیت قله و قلبتون رو مقابل مادر هستی قرار دارید، پشت زانوها کشیده، دست ها صاف و کشیده، سکون فقرات شیب دار، تاج سر، چای تاج سر، سهاس بادام به سمت مادر هستی، نرم زانو رو بذارید، نفس رو بدین بیرون، اینجا دست رو بکشید به سمت بالا، برای بار سوم دوباره آدمو کاشوان آسان، حساب کنید که در قلبتون باز بازه، به راحتی نفس میکشید، به نرمی نفس میکشید، شونه هاتون تمام سطح پشتتون ضمن اینکه کشش داره ولی کاملا احساس سبکی و راحتی میکنید و تمام فشارهایی که احیانا روی شونه هاتون روی سینه‌تون قرار گرفته توی این حرکت همه رو دارید خارج میکنید و انرژی خوب مادر هستی قلبتون رو سبک میکنه، شونه هاتون رو سبک میکنه، به سر و صورتتون انرژی راحت نرم جانور میدارید جانور نمیدید عقب لگن روی پاشنهاتون قرار میدید و یه چند لحظه دوباره توی این حالت قلبتون به سمت مادر هستی قرار میگیره، قلبتون به سمت مادر هستی قرار گرفته، آرامشی که روی دستاتون احساس میکنید، آرامشی که روی شونهاتون احساس میکنید، آرامشی که در قسمت تحتانی بدن احساس میکنید. یه نفس راحت و آرام بکشید، دوباره به راحتی
بشینید و دستا رو بکشید به سمت دستا رو به سمت بالا نگه دارید، قفسه سینه رو باز کردیم، در قلب رو باز کردیم، ستون فقرات رو به سمت بالا نگه داشتیم و تمام چاکراهای بدن رو به سمت آسمان کشوندیم و تمام چاکراهای بدن توی حالتی که قرار گرفتیم همشون فعال هستن. نرم دستا رو از دو طرف بدن باز میکنیم و وسعت میدیم به انبساط قفسه سینه و باز شدن در قلب. انبساط رو در قسمت شانه ها، جلوی شانه ها، پشت شانه ها، توی یک نقطه خیره شدیم و به صاف بودن ستون فقرات، به صاف نگه داشتن دست ها، به باز شدن قلبمون، به راحتی نفسمون، به افق دیدمون کاملا آگاه هستیم. درست روی یک نقطه خیره شدیم. خیلی راحت و نرم آرام دستا رو میاریم به سمت پایین و نرم و راحت خودمون رو در آغوش میگیریم، قلبمون رو توی بغلمون میگیریم و آرامش خیلی خوبی رو، آرامش درونیمون رو به قلبمون تقدیم میکنیم و برای چند لحظه روی خودمون تو همین حالت متمرکز میشیم. یه نفس راحت بکشید و آرام دستا رو باز کنید، کف دستا رو به سمت روبرو قرار بدین و پشت دستا به سمت خودتون، کف دستا عضلات کاملا کشیده، قسمت عضلات ساعد ها، قسمت بازی ها، قسمت سرشانه ها کاملا کشیده. برای چند لحظه دیگه دوباره خیره میمونیم و به ستون فقرات و دست ها متمرکز میشیم. یه نفس راحت و آرام دست روی پاها قرار میدیم و آرام به سمت جلو برای چند لحظه راحت برمیگردیم بالا. در وضعیت ایستاده قرار میگیریم، در وضعیت ایستاده قرار میگیریم، پاها رو به اندازه 2 الی 2.5 برابر عرض شانه باز می کنیم. یک پا جهت داره و زانوش به اندازه جاده یه نمیشه و خود دیگه دستامون رو باز میکنیم و نرم نشستمون رو بیشتر میکنیم. نگاهمون رو میکشیم به سمت دست بالا. حرکت هایی که به قلب نزدیک میشه
دوباره نه آگاهی روی تمام بدن، پای جلو، پای کنار، دست بالا، قفسه سینه. نه یه کشش خوب آرامشی که به قلب وارد میشه. صحت نفس دست رو آزاد میکنیم، هر دو پاها رو موازی میداریم، دست رو برای چند لحظه توی تحتیمون قرار میدیم و پای سمت مخالف رو جهت میدیم. در زاویه 90 پای جلو رو میداریم و پای کنار انگشتای پا به سمت روبرو قرار گرفتیم. دست رو باز میکنیم، سر رو برگردونیم به سمت دست بالا، آگاهی کامل از تمام بدن. نفس رو میدیم بیرون، هر دو پاها موازی، دستا توی پهلوها به سمت پایین، نفس رو میدیم بیرون. نفس رو میدیم بیرون، از راه بینی دما میگیریم، از دهان خارج میکنیم. لبها رو قنچه کنید، از راه بینی دم رو بگیرید و به حالت قنچه کردن لبها با دمتون رو انجام بدید. نفس به سمت بالا، دست رو جلوی بانها، زانوها رو کمی خم داریم، دست رو جلوی قلب قرار میدیم و برای چند لحظه در وضعیت به تمام بدن توجه کنیم. آرام کلمت از حرکت خارج میشیم، دستا رو میکشیم بالای سر و نرم و راحت دستا رو از دو طرف بدن آزاد میکنیم. آروم آروم پاها رو جمع میکنیم، پاها رو کنار هم قرار میدیم و روی پنجه ها به سمت بالا و پایین حرکت میکنیم با آگاهی کامل از کف پاها، مچ پاها، پشت ساقها، قسمت شکم اینجا به پشت زانوها اشاره نکردم، به پشت زانوها اشاره نکردم، به قسمت شکم، قسمت سینه و قسمت شانه ها. نفس رو بیرون،
وضعیت نشسته قرار بگیرید. یک وضعیتی که کاملا راحت نیست. قبل از اینکه تو مرحله بعد بریم یک کشش گربه بدیم، یک کشش خیلی خوب میدیم، یک کشش خیلی خوب، راحت برمیگردیم. یک وضعیت کاملا راحت قرار میگیرید، آب دهان رو بوس میدیم و عملی که میخواییم انجام بدیم یک عمل بدون کنترل و بدون اینکه ما بخواییم به بدنمون حالتی یا طور بدیم، فقط با موزیکی که میذارم کشک ها رو آروم روی هم میذارید و اجازه میدین که بدنتون خودش هر جوری که میخواد حرکت کنه. حالت دورانی رو داره ولی که هر جوری که بدن خودش مایله اجازه بدین به اون سمت و به اون سمت بره. درست مثل برگ درختی که باد میاد این رو به اینور اونور میزنه. درسته که زمانمون کوتاهه ولی حرکتهایی رو که انجام میدیم بعدش نیاز هست که یک همچین عملی رو انجام بدیم. پس توی یک وضعیت نشسته قرار میگیرید، شونهاتون کاملا شله، فکرتون راحته، فکرتون فقط به خودتونه و بدنتون رو رها نگه میدارید و اجازه میدید که بدنتون هر طوری که دلش میخواد حرکت کنه. من همه اینا رو در واقع رفتش دادم به موزیکی که مینای عزیز برای من فرستاد و این برنامه رو در واقع مینا برای من ساختش. مرسی مینای عزیزم اگر بیننده ما هستی. من موزیک رو با اجازت میذارم، پس توضیحش رو دادم خدمتتون. بدون کنترل شده، بدون اینکه شما قوم بدین و حالتی بدین، بدن به راحتی و نرمی، یعنی برید توی موزیک با بدنتون. راحت و آرام چشماتون رو ببندیم، تو وضعیت راحت قرار بگیرید. تمام توجهتون رو فقط متمرکز به قلبتون کنید، فقط توی قلبتون آگاه باشید، فقط توی قلبتون توجه داشته باشید و بدنتون رو یک بدنی باشید که هیچی توش وجود نداره و همینطور آروم خودش داره حرکت میکنه. پس توجه میکنید و راحت آرام دستگاه رو حتی که نشستیم دیر پاهاتون قرار بدیم، چشم ها رو ببندیم you.
نفس آرام، سخت رو نظام کنید، روی قلبتون قرار میدید، این نفس عمیق و راحت میکشید، مجددا یه نفس دیگه میکشید و زمزمه میکنید توی وجودتون: خدای خوبم، خدای مهربونم، روزی سراسر مهر و عشق را برای من بساز تا پر شویم از عشق بی پایانت و عشق بیفروزیم در دلهای همه. راحتی نرم دست رو میکشید و با لبخندی که گوشه لبهاتون هست، یک لبخند زیبا به همه عزیزان قدیم و دوستان قدیم پاینده باشید. مامان جان واقعا ممنونم ازت، خیلی خیلی عالی بود، واقعا مرسی، خیلی سپاسگزارم، اصلا نمیدونم چی بگم، واقعا واقعا ممنونم ازت، خیلی عالی بود برنامه امروز، مرسی. نیمای که یک شور و حالی به نامه امروز ما داشت که در واقع برنامه من رو به این شکل رو مرسی، خیلی عالی بود، واقعا ممنون، مرسی از شما عزیزان که وقت گذاشتین، ورزش کردین، واقعا با ما بودین، خیلی عالی بود. همگی از دوستان خوبم، هم از دوستانی که قطعاً با هم زندگی کردیم، مطمئن هستم که بیننده ما هستم و دانی که افتخارشون رو پیدا کردیم و تازه به ما ملحق شدن، بهترین آرزوها رو براتون داریم. خودتون باشید، مراقب سلامتیتون باشید و مرسی نتیجه نهایت استفاده رو ببرید. مرسی مرسی، خیلی متشکرم.